به نام هستی بخش جانها عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همراهان گرامی. از سلسله جلسات معرفی یک مکمل غذایی و یک مکمل دارویی به نام گانادرما در خدمتتون هستم. بنده منادی هستم، محقق طب سنتی در خدمتتون هستم. امروز میخوام در مورد مریضی پوستی صحبت کنیم با هم دیگه به نام پسوریازیس. پسوریازیس یا صدفک یا داغ و صدف یه بیماری پوستی هستش که بیماری خود ایمنی هست، یه بیماری مزمنه. حالا انواع مختلف داره، 5 نوع هستش که از همه مهمتر و مشهورترش مدل پلاکیش هست، خالدار هست و مدل های دیگه ایه که هست. تقریبا تا 20 سال پیش یه روندی تو ایران طی شد، یه عزیزی از دکترهای پوست و موی ما تشریف آوردن و یه نظریه یه دادن که این بیماری اگزما نیست. تا قبل این تمام تجویز ها بر اساس اگزما بود. شما عزیزان شاید خیلی از این بیماری رنج ببرید، چون بیماری تهاجمی و استرسی هستش و بهترین راه درمان اون امروز میخوایم با همدیگه بررسی کنیم. شاید تا حالا درمانهای مختلفی رو سپری کرده باشین، ولی من میخوام برای شما یه مکمل داروی غذایی توصیه کنم. حالا چیزی که این بیماری رو خیلی تشدید میکنه کمبود آب و در بدنه، به خاطر اینه که سطح ملانین پوست و اون لایه سوم پوستی که کلاژن سازی میکنه و آب رو داخلش ذخیره میکنه خیلی حساس هستش. احتمال داره که بعضی از عزیزان بیان و در مورد مثلا خیار درمانی صحبت کنن، یه طب گیاهی که اون عرق خیار رو بتونه داخل پوست نگه داره و ازش استفاده کنه. حالا امروز میخوایم یه سری معیارها رو برای هم برای قارچ ریشی یا قارچ گانادرما که با افتخار میتونیم بگیم تولید داخلی خودمون هست و به عرصه رسیده که الان عرصه تولید انبوه هست و برای انواع بیماری ها کاربرد داره. ما الان یه سری آنزیم ها رو داخل کبد در حال پاکسازی هستیم برای این بیماری. حالا به این ترتیبه که بدن ما نیازمند روزانه چند دسته از املاح و یون های مثبت کالی که هست که در بدن هست، مثل آهن، فسفات، پتاسیم، منگنز، روی و مس و چیزهای دیگه. دقیقا در این قارچ از به همه اونها اشاره شده استفاده میشه. این قارچ یک قدمت 3000 ساله در شرق آسیا داره. برای مریض های پوستی از جمله پسوریازیس یا صدفک که خیلی بیماری خود ایمنی هست، برای مریض خیلی سخته، روزهاییه که بخواد تحمل کنه و این بیماری هیجانی و استرسی معمولا این شما عزیزان توی بازه‌های زمانی که از داروهای مختلف حالا چه شیمیایی چه گیاهی و چه طب سنتی استفاده میکنین باعث یک سری اختلالات میشه. معمولا اختلالات عصبی داره، اختلالات استرسی براتون داره. دقیقا همه اینها از گردش خون پایین میاد به خاطر کمبود بهبود گردش خونه. وقتی گردش خون بالا باشه به هر یک میشه بگی گلوبول سفید که سیستم ایمنی بدن شما رو داره تقویت میکنه 5 حباب اکسیژن و یون مثبت بهش میچسبه و این باعث روند سیگنال گیری بدن میشه. حالا ما درون این سیگنال گیری یه اتفاقی برای پوست ما میفته. پوست ما از 5 لایه پوستی تشکیل شده. ما تو لایه سومش رنگ دونه ها رو داریم و تو قسمت موی سر پیگمنت های موی سر رو داریم. حالا همه اینها تحت یه شرایطی تغییر میکنن. ما اگه عادات غذاییمون جوری باشه که بخوایم مثلا از وعده های فست فودی استفاده کنیم، از روغن های غیر مرغوب استفاده کنیم، داخل کبد ما یه اتفاقی میفته و احتمال داره که رنگدونهای پوست ما رو تحریک کنه و ما نتونیم از اون خیلی خوب بهره برداری کنیم. شما عزیزان در معرض خطر سمی شدن کبد هستید. این قضیه رو باید خیلی خوب درک کنید و خیلی خوب بهش علم داشته باشید. این محصول خیلی محصول یونیک و خاصی هست و احتمال داره در دسترس همه افراد باشه.
ولی خوشبختانه با تحقیق و حالا ما امری که تحقق پیدا کرده تو زمینه سرمایه گذاری در مورد تجویز برای انواع بیماری ها و ثابت شدن و جواب گرفتن رو انواع بیماری ها از جمله سردرد، سرماخوردگی، مشکلات کلیوی، مشکلات کبدی، ریوی، قلبی، عروقی و حالا انواع واریز، انواع مریضی های پوست و مو این گیاه جواب داده، در صورتی که میشه به عنوان یه مکمل داروی غذایی ازش استفاده کرد. خیلی از عزیزانی علمو ندارن، خوشبختانه تیمی که ما الان در اختیارتون هستیم و این کلیپو دارن برای شما عرضه میکنن، سرمایه‌گذاری سنگینی تو این قضیه کردن، تو مراحل تحقیق و استندی که از بیمارای مختلف گرفتن تو بیمارستان‌های مختلف از جمله خصوصی و دولتی، بیماری پوستی که داریم از جمله بیمارستان رازی ما همکاری‌های گسترده‌ای داشتیم، اتفاقای خیلی خوبی براشون افتاده و میشه بگیم که برای هر مریض و برای هر شخص ویزیت خاص خودشو داره. اینجوری نیستش که هر بیمار بتونه هر کدوم از محصول استفاده کنه و یه خاصیتی براش داشته باشه. الان جنسیت تو این مریضی خیلی شاخص هست، نوع بیماری که دارین، از چه سنی و اون منزوی شدن فرد و اطلاعاتی که بخواین و همه اینها خیلی شرط هست که شما همه اینا رو رعایت کنید. این قارچ تقریبا یه محصول بسیار عالی از نظر آنتی اکسیدان بودن. آنتی اکسیدان کارش تو بدن اینیه که شما رو کامل پاکسازی کنه، سیستم بدن. حالا شما عزیزان تو رنگ دونای پوست اگه در معرض آفتاب یا یه سری هیجانات قرار بگیرید، یه اتفاقی براتون تو پوست میفته، اینه که رنگ دونای پوست شما احتمال داره تحریک شه. بیماری پوستی که داریم از صدفک یه بیماریه که الان شایع‌ترین مدلی که داره مدل پلاکاه، یه مدل پلاکی که حالت دونای سکه سکه میفته روی بدن و خیلی از عزیزان این قضیه رو دارن. خیلی از دکترای پوست و موی ما هم همین اتفاق افتاده براشون، میتونن از بیماری صدف یا حالا همون دو صدف که همین بیماری هست میتونن استفاده کنن. شاید ترین نوعی که داره نوع پلاکی هستش. پلاکی یعنی سکه های قهوه‌ای رنگ یا به رنگ گندمی رنگ روی بدن می نشینه. حالا اتفاقی که می افته برای خانوم ها به علت اون هورمونی که داخل بدنشون هست، به میزان استروژن ها و به میزان سنشون، احتمال داره رنگ دونای پوست بیشتر تغییر کنه. تو بدن آقایون بیشتر فرق میکنه. اون تستوسترون کلن یه ژن گرمه و به گرم مزاجی بیشتر شبیه. خانوما علت فقد آخرشون دقیقا به خاطر اینه که ژن استروژن ژن سردیه و سرد مزاج هستن تقریبا. حالا ما میخوایم الان بررسی کنیم که ببینیم این قارچ و این محصول چرا به درد شما عزیزان میخوره. شما عزیزان باید پاکسازی کبد بشین، به علت اینیه که اگه کبد شما خون رسانیش درست تقویت بشه و سمی نباشه میتونید ازش نتیجه خوبی رو بگیرید. حالا یه اتفاقی میفته اینیه که هر شخص یه ویزیت خاص خودشو داره. خوشبختانه تیمی که ما الان در اختیار داریم از افراد محقق خیلی خوبی استفاده شده و افرادیه که خیلی خوب جواب گرفتن تو این قضیه. باید تک تک شما عزیزان ویزیت بشین و از یه محصول خاص و با دوزهای دارویی مختلف ازش استفاده کنید.